چون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخت چت میشنم در مورد خیلی چیزا حرف میزنم، ولی برنامه امروز یه برنامه خیلی سنگین و تلخی است که من فکر میکردم نیاز داریم که هممون بشنویم. از وقتی که این داستانهای میتو بالاخره به ایران رسیدن، خیلی بحث‌های مختلفی در مورد این داستان تجاوز و آدمایی که دچار این مشکل خشونت جنسی شدن، و خب تو فرهنگ ما به خصوص خیلی کمتر فوکس می‌شد و تمرکز می‌شد روی داستان پسرهایی که قربانی اینجور خشونت‌ها بودن، و یه شرم و ترس دیگه‌ای از سمت پسر بود که بیان حرف بزنن در مورد این چیزا. من از همون چند تا از این دوستان و برنامه های اخباری خواسته بودن که بیام در مورد این موضوع حرف بزنم، و دیدم که بهتر از این که برم چند دقیقه توی تلویزیون حرف بزنم، اینه که یه پادکست قشنگ کامل ضبط کنم با چند تا از بچه هایی که توی کامیونیتی دیسکورد ما هستن و اونا خودشون داستان خودشون رو برای ما تعریف کنن. من از الان یه وارنینگ، یه دیسکلیمر، یه هشدار کوچولی بدم که این اپیزود خیلی اپیزود سختیه گوش دادنش، خیلی سنگینه، خیلی تلخه، ولی خوشحال میشم اگر مام باباها حتی با بچه هاشون اینو با هم گوش کنن، با اینکه حتی حرفای خیلی وحشتناکی زده میشه، فکر میکنم خیلی مهمه که این حرفا شنیده بشن. و مهمتر از همه چیز، من به شجاعت این بچه ها افتخار میکنم که تونستم بیان بعد از 5 سال، 10 سال، 20 سال حتی در مورد این مسائلشون صحبت کنن در عموم. خیلی کار سختیه و واقعا قابل تقدیر این شجاعت، و من خیلی براشون احترام قائلم و خیلی دوستشون دارم. و خلاصه این قسمت فقط اختصاص داره به پسرهایی که دچار خشونت جنسی شدن. فقط در ضمن بگم این اپیزودهای گروپ تراپی در اصل یه اپیزودایی هستن که توی کامیونیتی دیسکورد هم ضبط میشن هر از گاهی، و من نه ادعایی دارم که آدم متخصص یا روانپزشک یا روانشناسی هستم، فقط در اصل البته دوستمون آرزو قربانی هم که خیلی از اونها ممنون هستم که میاد کمک میکنه و حضور داره تو این بحثا، بیشتر ما میخوام یه فضای ایجاد کنیم توی این سشن ها که بچه ها بتونن بیان درد و دل کنن و صداشون شنیده بشه. بر همینه من هم توصیه‌ام به خود بچه هم کردم که اگه نیاز به کمک و مشاوره بیشتری دارن با تراپی هم صحبت بکنن. ما هیچ ادعایی نداریم که اینجا میتونیم هیچ مسئله رو حل کنیم، و میدونم این تراماها یه سری هاشون زخمای خیلی عمیقی هستند که بعضی وقتا باز کردن دوبارهش میتونه خیلی عواقب سختی داشته باشه برای بعضیا. ولی تمام هدف اینه که با صحبت کردن در مورد این مسائل شاید یه اتفاق خوبی بیفته و یک نفر دیگه حتی بهش کمک بشه. یک نفره. من روز اولی که این پادکست رو شروع کردم خودم در مورد تجربه خودم صحبت کردم توی ایران، و چند دفعه که نزدیک بود بهم تجاوز بشه، و کم کم دیدم آدم دیگه هم دارن بیشتر صحبت میکنن در مورد این موضوع، به خصوص در مورد مدرسه پسر و اتفاقایی که براشون میفته. خلاصه همین دیگه. الان
اینتروداکشن رو قطع میکنم و میریم سراغ اون بحث گروهیمون و همین. اگه بیشتر لطفا این اپیزود رو به اشتراک بذاریم با دوستان دیگه که بشنون داستان این بچه ها رو. خیلی مهمه که این داستان ها شنیده بشن. خب بچه ها اگر آماده این من میخوام شروع کنم با یه سری حرف. این وقت آخر سر اگر دوست داشتیم میتونیم میوتو باز کنیم توی پیج اگه بچه دوست داشتن حرفی بزنم با هم در میون بذارم، ولی ترجیح میدم تو بین برنامه همه میوت باشیم که بتونیم فقط یه گوشه شنوا باشیم برای بقیه بچه ها. و من فقط یه توضیح کوچیکی بدم برای کسایی که تازه اومدن توی این برنامه. این کلن داستان گروپ تراپی قضیهش اینجوری بود که ما تصمیم گرفتیم یه فضایی ایجاد کنیم، یه چنلی که بتونیم بچه ها بیان با هم دیگه در مورد یه سری مسئله شخصی و سختی های زندگیشون با ما صحبت کنن و در میون بذارن این مسئله. من اینجا بازم بگم که من تراپیست نیستم خودم و بیشتر کانسپت گروپ تراپی در اصل یه حالت گروپ سپورته. بیشتر ما اینجا به عنوان متخصص نیومدیم کسی رو معالجه کنیم یا قضاوت کنیم یا معاینه بکنیم یا هر چی. ما فقط اومدیم اینجا که با هم دیگه گوش کنیم. خوشبختانه البته آرزو هم هستش به عنوان رزیدنت سایکولوژیست دیسکوردمون که حالا اگه کسی هم بچه‌ها خواستش مثلا یه سوالی از اون بکنه یا اگه آرزو میشد بعضی وقتا یه کمکی یا یه نظری هم بده که خیلی خوب میشه. کلن خب این پروسه باید با یه مسئولیتی باش برخورد بکنیم به خاطر اینکه به داخل این زخمای قدیمی رو باز کردن سخته و کار راحتی نیست. و من توصیه‌ای که میکنم اینه که حتی بچه ها اگه بعد از اینجا میکنم درد و دل کردن اگه تراپیست دارن بتونم برن با تراپیستشون هم صحبت کنن، یا خود اینجا اگه بچه هایی که خیلی راحت ترن بشینن دوره درد و دل کنن. و خلاصه فکر نکنید که فقط شما موظفین که بین اینجای 10 دقیقه حرف بزنید الان و تموم میشه و هممون فراموش میکنیم. نه، حتما بیشتر میتونید با من یا با بقیه بچه های توی سرور میتونید درد و دل کنید و ادامه بدین اگه دوست داشتین حرف بزنید و بیشتر خودتون رو خالی کنید یا به آرامشی برسین. میگم کل فلسفه این داستان این که فقط با در اشتراک گذاشتن این داستان ها و این سختی های شخصی خودمون شاید بتونیم همدیگر رو کمک کنیم، شاید یکی دیگه که داره شاید اینو میشنوه بهش کمک بشه. من وقتی که این پادکست رو شروع کردم خب خیلی ماه قبل از این داستانه میتو ایران و اینا بود و من خودم در مورد این بحث تجاوز چندین بار صحبت کردم، مهمون داشتیم که در مورد این صحبت کرده، بچه هایی بودن که وایس گذاشتن از داستان هایی که براشون پیش اومده. من خود من تجربه هایی که توی بچگیم داشتم که به هم تعرض شده بود و تعریف کردم و یادم همون موقعم که من تعریف کردم چقدر صحبت شده بود در موردش که تو مدرسه پسرها چه اتفاقایی که نمیفته و خیلی برای ما عادی سازی شده بود خیلی از این چیزا، که در حالی که عادی نیستش یه سری این رفتارا. و همینطور که الان داریم میبینیم توی موج میتوی که اومده ایران و اتفاقاتی که داره میفته دور و برش یه ذره داستان سختی هم هستش و من خیلی دارم سعی میکنم که به طرز بیطرف و عادلانه‌ای به کل قضیه نگاه کنم و مهمتر از همه اول از همه به آدمایی که قربانی اینجور خشونت‌های جنسی بودن یا دوچار این خشونت جنسی شدن یه پلتفرمی بدم که شنیده بشن، چون متاسفانه صدای این آدم ها چه دختر چه پسر اصلا شنیده نمیشه. و امیدوارم که این یه کمک کوچیکی باشه برای بچه هایی که میخوان بیان امروزم داستانشون رو به اشتراک بذارن و واقعا هم بهشون تعظیم میکنم به خاطر این شجاعتشون که حاضر بودن بیان اینجا در مورد این مسئله صحبت بکنن، هرچند که میدونم خیلی هم سخته که امروز قرار در مورد همین مسئله حرف بزنن، ولی واقعا مرسی. و امروز هم برای اینکه فقط یه یادآوری باشه برنامه امروز فقط میخواستم با پسرایی صحبت کنم که دوچاره یه خشونت جنسی شده بودن، به خاطر اینکه
اتفاقا تو این چند روزه منو سری کانالای اخباری هم هی دعوت میکردن که میگفتم بیا در مورد این مبحث صحبت کن، ولی گفتم خب اگه برم یه جا دو دقیقه حرف بزنم چه فایده ای داره؟ به نظرم خیلی بهتر میشه که یه پادکست ضبط کنم، یه برنامه ضبط کنم، داستان خود بچه ها رو و روایتاشون رو دهن خودشون بشنویم. و اینجوری فکر میکنم که یه کمک بزرگی بشه به همه، چون شاید در مورد داستان پسر ریزه کمتر توی میدیا صحبت بشه. نه که بخوام بگم مال کسی کمتر یا بیشتر، اصلا همچین قصد یا منظوری ندارم، فقط دوست دارم که همه طرف ها بتونن شنیده بشن. و بازم یه یادآوری که برنامه امروز من دارم ضبط میکنم با اجازه بچه ها، ولی همونجور که گفتم من اینو پخش نمیکنم مگر اینکه 100% همه راضی باشن. و فقط اینو بگم که بچه هایی که میان حرف میزنن و خودشونو معرفی میکنن میتونن بگه آقا اسم من اینه یا اسم من فلانه، یا میتونه یه نیکنیم به خودش بگه اگه نمیخواد اسم واقعیشو بگه، یا هر جو که راته، اصلا هیچ مهم نیست چه اسم واقعیت بگی چه اسم علکی. ولی در ضمن ازم یه سری ها پرسیده بودن بچه ها که اجازه هستش که اسم اون کسی رو که اون تعرض یا تجاوز رو انجام داده اسم آدم ببریم، و من گفتم این دیگه به نظر من دست خود بچه هاست و اگه اونا دوست داشتن در میون بذارن بازم نیازی نیستش، اون به خودتون ربط داره و خیلی راحت باشین در مورد هر چی که دوست داشتین حرف بزنید، چون میدونم مسائل خیلی حساسیه. اگه لازم بود میتونم بعداً اسم یا اینا رو حذف کنم از توی ضبط شده داستان. و اگه دیگه سوالی هم دارین برام، چون نمیتونم دیگه حرف بزنم، فقط به مسیج بزنید لطفاً. و اگه چیزی یادم نرفته میخوام خواهش کنم اولین دوستمون بیاد صحبت بکنه در مورد داستان خودش و اینکه آره بیا با هم دیگه گوش کنیم و ببینیم که چیه داستان. سلام را صدا میاد؟ آره صدات میاد. خب اول از همه بگم که من سالم و الان 24 سالم و دیگه شروع کنم دیگه همه. آره. اتفاقی که برا من افتاد تو سن 13 سالگیم بود و من یادم یه روزی رو خیلی خیلی خوب بیدار شدم، خیلی هم روز خفنی بود. اولش اتفاقی مثلا یادم اولین دوست دخترم بود و یه دیت داشتم باش، بعد رفته بودم حتی کادو هم گرفته بودم، اینقدر روز خوب و شادی بود برای من، خیلی حالم خوب بود اون روز. بعد پاشم رفتم توی پارک تو همون شهرستان، توی شهرستان خیلی کوچیک توی که استانه ایران. بعد تو پارک نشسته بودم منتظر بودم ساعت بگذره و آمادشم برم مثلا واسه به دیتم برسم. اتفاقی که میفته دوتا از پسرهایی که مثلا دوستای دورم بودن، یعنی حداقل شناخت داشتم ازشون و مثلا بهشون حتی اعتمادم داشتم به طور کامل، اومدم پیشم و گفتن چطوری، خیلی هم مثلا گپ و گفت کردیم و خیلی هم حرف زدیم. بعد من دیگه وقتم گذشته بود و داشتم میرفتم میخواستم آمده این برسم خونه و آمده شم و اینا، گفتم بیا ما میرسونیمت دیگه. گفتم نه خب خونه اون نزدیکم بود، گفتم نه خودم میرم. نه خود چه کاریه، بیا ما میرسونیمت. من دیگه گفتم باش. بعد موتور داشتن اینا، یکشون نشست جلو، من نشونم وسط، اون یکی نشست پشت سرم. بعد رفتم باشون و اینا، دیدم اصلا خونه ما رد شدن دارن میرن سمت باقای پسته‌ای که اون اطراف بود. و من گفتم چی شد، کجا داریم میریم، من دیرم شده باید برم، حالا بیا میریم یه دوری هم میزنیم دیگه. من گفتم خب خیلی خب فقط زود برگردیم و اینا، مثلا یه کاری مثل این که فکرم برشون پیش اومده اونجا بریم اونجا بعد برمیشیم. بعد من باشون رفتم، دیدم
هی داره میگذره، هی داره میگذره، همجور داریم دورتر دورتر میشیم. بعد یه رسیدیم به یه جایی که دوتا موتوری بودن، سه نفر دیگه اونجا بودن و اونا جلو ما رو گرفتن. بعد من رو گرفتن و اون دوتا هم رفتن. اون دوتا رفتن و یکی از اینا قشنگ اومد دستان رو محکم گرفت، من رو هولم داد رو زمین. منم افتادم رو زمین و اینا دیگه اونجا من دیگه هیچ دفاعی از خودم نداشتم، فقط داشتم التماس میکردم که چی شده، من چی کار کردم، چه اتفاقی افتاده. بعد این سه نفر هم جو داشتم میگفتن حرف نزن و فلان اینا، گفتن جون مادرتون، گفت اوی من مادرم مریض درست باید کنه، چرا قسم میخوری. بعد دیگه شروع کردم برای انجام کارش، بعد دونه دونه کارش رو میکردم. بعد من فقط اونجا فقط داشتم گریه میکردم و رو اون خاکای داغ فقط داشتم مثلا دستام فشار میدادم. بعد اونجا من فقط داشتم تو اون لحظه من داشتم فکر میکردم که قبل از این که بخوام حرف بزنم داشتم فکر میکردم که جزئیاتی آدم بیاد، داشت مثلا داشتم قشنگ به این فکر میکردم که بعد از این اتفاق اینا چه بلایی میخوان سر من بیارن. این سوال تو ذهن من پیش اومد ببخشید و به یه جوابم تو ذهن خودم رسیدم که 13 سالم بود دیگه، داشتم به این میگفتم، داشتم میگفتم که خب دیگه من مردم، اینا میخوان منو بکشن. جالب اینجاست که من این سوالو به زبون آوردم، گفتم شما بعدش میخوان منو بکشین. رام یکیشون به شوخی، من نمیدونم شوخی بود چه کوفت و زهرماری بود، در اومد گفت آره. من اونجا دیگه هیچی، فقط داشتم دست و پا میزدم التماس میکردم و همون که مثلا رو من بود زد پس کلم، گفت خفه شو بابا کاریت نداری، شوخی کرده. بعد تو این هین من یه چیزی که یادم میاد اینه که هی با تلفن حرف میزد و هی میگفت لفتش بده لفتش بده، یعنی به اینی که رو من بود میگفت لفتش بده. بعد تا اینکه سر چند تا موتوری دیگه اومد، بعد اون سر چند تا موتوری اومد، اینا سری منو بلند کردن نشون رو موتور، بعد گاز دادن سری رفتن و اون موتوری هم دنبال ما بود. اینا رسیدن، بعد دمت پسر من گفت این هر اتفاقی که افتاد، هر کمکی خواستی بگو، هر کی مثلا کاری به کارت داشت به ما بگو، ما میزنیم مثلا دهنش رو سرویس میکنیم. من دیگه فقط داشتم گفتم باشه بینا منو میرسونن یه جایی سر یه میدونی، من اونجا پیاده میکنم، منم همونجا شروع میکنم قدم میزنم میام تا خونه. یعنی قشنگ داغون بودم با لباسای خاکی، داغون اصلا داشتم خیابون قدم میزنم. بعد رسیدم خونه، فقط رسیدم خونه، یادم اصلا حرف نمیتونستم بزنم. خونه آدم اصلا مامانم یادم پرسیده بود که چی شده، من گفتم هیچی، خوردم زمین. بعد دیگه برگرفتم، بدترین دوش زندگیم رو گرفتم و فقط رفتم خوابیدم که اینجا یادم همین بود. بعد من یادم میگذره این داستانی چند وقت، من چند وقت نمیرم سمت پارک، نمیرم بیرون، تا اینکه میگذرم من با یکی از دوستان میرم بیرون، اینو یکی از اینا رو میبینم، این میاد به من چی میگه، میاد به من میگه که این فلانی یکی از دوستات هست، یکی از دوستای دور منو که مثلا سنش هم من فکر کنم 2 سال پایین‌تر بود، میگه اینو بیار برای ما، اینو اوکی کن برای ما. من فقط دست اینا رو فرار میکردم، فقط فرار میکردم. آخرش هم میشد اما شهرم فرار کردم، یعنی هر جوری بود که خودم فقط رسونم به جایی که دیگه این آدم ها رو نبینم. و همینم الان خیلی وقت اصلا پامو تو اون شهر نمیذارم. اول از همه مرسی واقعا سال، یعنی واقعا اصلا قلبم مچاله شد داشتی تعریف میکردی و
میدونم چقدر سخته برات که اینو تعریف کردی و واقعا دمت گرم که اینقدر شجاعی و حاضری بیا اینجا بر هممون اینو در میون بذاری. ببینم یه سوالی که دارم اینه که تالا و کسی اینو به اشتراک گذاشته بودی با دوستات یا فامیلات یا هیچکی؟ با هیچ کس تا قبل اینکه با آرزو به آرزو شادی گفتم و چند تا از بچه های همین کامیونیتی ورنه نه با نزدیکم خیلی خیلی سخته واقعا گفتنش برام. ولی میدونی خود میفهمی که چه شجاعتی داری که داری الان این حرف رو میزنی و با همه در میون میذاری، چقدر کار بزرگی داری میکنی واقعا. یعنی واقعا مرسی یا واقعا ساله و میدونم خیلی سخته در مورد این چیز رو حرف زدن، ولی اصلا تو یکی از ماهترین پسرهای این کامیونیتی و انقدر عاشقتم و انقدر دوستت دارم، انقدر آدم حسابی و بچه باحال و کول و فان و اینای هستی. میخوام بدونم که تو خودت چجوری داشتی دیل میکردی با این تراما؟ یعنی بیشتر برات چی باعث شد که بازم انقدر آدم قوی و خوب و بتونی پای با انرژی خوب به زندگیت ادامه بدی و نذاری این داستان و این تراما همیشه بالا سرت آویزون باشه و اذیتت بکنه؟ نمیدونم واقعا، من هنوزم رو دارم باش دیل میکنم، جدی هنوز دارم باش دیل میکنم. مسلمن الان تازه بگو داشتم میگفتم مسلمن معلومه این چیز یه زخمیه که خیلی زمان میبره که هیل بشه و خوب بشه و درست بشه. آره دقیقا، من مثلا یه مدتی فراموش شده بود واسم، مثلا رشته به 17 سالگی، بعد دیگه یه ذره مثلا گم شده بود این قضیه واسم، حداقل مثلا بخوام میگفتم و کشور فراموش کردم اینا. بعد گذشت سنم رسید به مثلا 20-21 دیگه شروع شد، این قشنگ داشتم لمس میکردم نمیتونم قدم بزنم تو خیابون تنها، واقعا نمیتونم را صدا موتور میاد اصلا نابود میشن، این فقط وای میستم همونجا ثابت وای میستم که این موتوریه بره. خب اصلا مهم نیست چیه موتوریه، که کار به کار من داره یا نهره، فقط وای میستم موتوریه بره و من بتونم ادامه بدم به راه رفتن. پارک نمیتونم برم، من خیلی کار رو مثلا نمیتونم بکنم و هر چی داره میگذره اینا داره قشنگ بیشتر خودش رو من نشون میده و آره طبیعت من هنوز دارم سعی میکنم دیل کنم. آره این اینجور تروماها واقعا زمان میبره که خوب بشن و خیلی سالها ممکنه طول بکشه، ولی فکر میکنم امروز یه قدم خیلی بزرگی برداشتی ساله که تونستی بیای در موردش صحبت کنی و با همه ما به اشتراک بذاری داستان تو. میخواستم از آرزو هم خواهش کنم، آرزو تو هم اگه حرفی داری برای گفتن هستی؟ صدای من میاد؟ آره میاد. من چون صالح رو دیدم میخوام واقعا به تبریکم که یعنی من آدمی که دیدم حالا قبلترم باید هست زده دیدم انقدر آدم قویه که از بیرون اگر کسی ببینه فکر نمیکنه که همچین آسیبی دیده باشه، یعنی انقدر قوی داره زندگی میکنه، سفر میکنه، انقدر خوشحاله، همه رو هم خوشحال میکنه و من بهش تبریک میگم. میدونم کار سختیه، خیلی خیلی سخته که آدم بخواد گذر بکنه از مرحله ای که این اتفاق رو افتاده، ولی خیلی خوب خنده بدی تا الان ساله. و اینکه یه مسئله هم هست به فرهنگ ما، چون که یعنی پسرها معمولا چون به خاطر فرهنگمون اینجوری برداشت میشه که همیشه فاعل هست، یعنی مخ بچه میره، حالا اگر شاید یک بچه یک گرایش دیگه هم داشته به خاطر خانواده ها همیشه پسرها فاعل هست و وقت یعنی هیچ انتظاری ندارن معمولا پسرها که توی یک جمعی میرن توی مهمونی میرن همچین بلایی به خاطرشون میاد. ما خانوما معمولا اگه بخوام توی غریبه بریم یه درصد به شما میگن شاید قرارداد که اگه غریبه باشن یه بلایی سرمون بیارن، ولی پسرها خیلی کمترین اتفاق براشون میفته که بخوام توی این رو بکنن و اون سرپرایز دادنه اون بلایی که حالا
این اتفاقی که افتاده خب نمیگم که آسیبش برای مرد خب بیشتره، مدل آسیبش خیلی متفاوت هسته و من واقعا میگم خیلی خیلی خوب داری جلو میری صالح، چون من دیدمت یک آدم شاد، یک آدمی که به دیگران کمک میکنه و اجازه نمیده حتی دیگران هم بخوان قلدری بکنن یا آسیب بزنن به کس، و امیدوارم که همین جوری پیش بری. مرسی واقعا، مرسی مرسی رام، مرسی آرزو، مرسی همه بچه هایی که شنیدن منو، واقعا دمتون گرم. مرسی سارت، من عاشقتم، خیلی دوست دارم پسرا، واقعا انقدر خوشحالم که تو زندگیم هستی که حد نداره، دمت گرم واقعا. مرسی مرسی، دمت گرم. عجب داستانه، خیلی سنگین. خب من که همین الان تو چشام اشک جمع شده تا آخر این که فکر کنم دیگه به گاه بریم هممون، ولی مهمه که در موردش حرف بزنیم و درد و دل کنیم و با هم در میون بذاریم. این واقعا یه قدم بزرگیه. دوست بعدیمون که میخواد حرف بزنه، بذار میوتشو بردارم. الان میتونی حرف بزنی؟ سلام بچه، صدای من داریم؟ آره صداتو داریم. خب آره، مرسی بچه ها ورندش برای این موقعیتی که به من دادین. من پدرامم، 38 سالمه و اولین رو بگم که من جرأت صحبت کردن از این قضیه رو وقتی به دست آوردم که یک نفر دیگه ای رو شنیدم که اینجا داشت حرف میزد. من صدای تو رو شنیدم رفیق و صدای تو به من امید رو داد که من میتونم حرف بزنم. من به خاطر این که اون روز تو حرف زدی ازت متشکرم. چند تا از دوستان با من حرف زدن، من خودم خیلی این چند روز فکر کردم و اینکه آیا واقعا کجا من میخوام مسئله اول بیان کنم، چون بهت گفتم، به همه بچه‌ها گفته بودم که من این اتفاق در 15 سالگی برام افتاد و تقریبا 23 سال از این داستان میگذره و من این داستان رو چقدر تا هفته پیش به هیچ کس نگفته بودم. من فکر میکنم اینجا بهترین جا بود، خیلی بهش فکر کردم، به خاطر اینکه همین الان اگر نگاه کنی تمام بچه های این بغل اسمشون رو عوض کردن و اسمشون رو کردن You're so brave و این خیلی به نظرم انرژی فوق‌العاده‌ای. دم همتون گرم بچه ها. اوکی، من اتفاقی که براتون تعریف میکنم در 23 سالگی در 15 سالگی برام افتاده. من در مدرسه سال دوم دبیرستان بودم در مدرسه رجا خیابان جمالزاده جنوبی. ما یک معلمی داشتیم، معلم دینی ما شخصی بود به نام آقای ایران نژاد. این آدم یک مردی بود در 70 سالگی و خیلی همچین شیکوپی که اصلا شبیه معلم های دینی نبود، همیشه شیشتیق و یقه باز و اصلا یادم خوشبوشی بود، یادم خوش برخوردی بود بین اون معلم های سختگیر و خیلی خیلی اصلا یه جور دیگه. این آدم خیلی خیلی راحت بود، به ما میگفت آقا من اصلا خودم به این اعتقاد دینی اعتقاد ندارم، شما قرار اینا رو فقط تو کنکور بزنید و اینا رو بشینید بخونید و این حرفا. من یادمه که گذشت ترم اول و من امتحان ترم اول دادم، من دینیم خوب نبود، رفتم که برگره تحویل بدم، فهمیدم که خب خراب کردم و برگره که دادم دستش یه سری تکون دادم و من نگاه کرد و اینا رو چی شد، گفتم که خب خراب کردم و فلان اینا و من هیچ درسی خراب نکرده بودم تا حالا، یعنی هرگز من تجدید نشده بودم و خب خیلی میترسیدم از اینکه تجدید بشم، چجوری بگم اینا. گفتم گن زدم اینا، بعد یه نگاه کرد و یه نگاه گفت نگران نباش حالا کاریش میکنیم. گفتم مثلا چیکار میکنیم و اینا، بعد گفت حالا بعدم بیا من برگتو میدم، خیلی آروم با ایستاده بعدم بیا من برگتو میدم مینویسم. بعد اینه که به من گفت، خب من خیلی خوشحال شدم که وای خدای من از این موقعیت فرار کردم، یعنی من خیلی نگران بودم چطوری به بابام بگم چه اتفاقی، و گذشت و گفتش خل خل بالا بعدم بهت میگم. بعد رفتیم و یه هفته گذشت و خبری از این آدم نشد و اصلا من ندیدم که مثلا صحبتی با من بکنه. منم خودم استرس داشتم که خب امتحانو میافتم چه اتفاقی میافته. روز من کشید کنار و اینا، اتفاقی گفتش که ببین اینجا تو مدرسه که نمیشه، مسئولیت و اینا داره و اگه کسی بفهمه اینا، تو بیا خونه من برگاتو میدم اونجا بنویس. منم گفتم باشه، من نیاز داشتم به این آدم، یه مقداری هم تراس داشتم، شرایطم بد بود، میخواستم درس پاس کنم.
آدرس رو من داد و یه روزی من رفتم بدون اینکه حتی به کسی بگم کجا میرم، چون خب من داشتم رفتم که کار خلافی بکنم دیگه. رفتم که اونجا بعدم رفتم که برم اونجا و اینا، همه ای را هم به خودم پشت میدادم که آقا تو چرا درس نخوندی و فلان این حرفا، خاک بر سر ببین خودت تو چه موقعیتی قرار دادی بدبخت بود این حرفا. رستم دم درش یه پسر جوانی درش رو باز کرد که پسر خودش بود. خب این یه در خیال من رو راحت تر کرد و من رفتم نشستم پشت میز و نارخوری که تو حال بود و یه نگاه به دور و برم انداختم و دیدم یه خونه خیلی شیک و پیکیه و خیلی مثلا چیز و خیلی مثلا اوکی و نمیدونم تمام اینها یه جورایی به من تراستی میداد، نمیدونم چرا ولی میداد. بعد خودش اومد گفت سلام چطوری، چای میخوری، مشروب میخوری، چی میخوری؟ و من یه دفعه اینجور شدم مثلا مثلا معلم دینی ماست مشروب میخوری چون مثلا آدم باحالیه مثلا فلان، و گفتم نه و فلان و گفت باشه. اومد یه دفعه یک چیز کنه و رفت گفت شانس رو همجوری که داشت میدم شانس رو بودی این کلاس من بوده و اگر نه معلم دیگه بود افتاده بودی و فلان اینا. منم خب من خیلی شرمنده بودم از خودم، سلام رفتم پایین یه مذاکره کردم و رفت تو اتاق برگه آورد و گفتش که بیا اینجا بابا سینم سوال نه یه ذره واسه تو بنویس. خوشم رفت اتاق گفت من میرم کارامو بکنم. وسط یه همین چیزی که من داشتم مینوشتم پسرش اومد و لباس پوشید و گفتش آقا من دارم میرم بیرون قربان تو، خوشحال شدم خداحافظ شما. من همینطوری یه لحظه استرسم پیزا بیشتر شد، شکم تون تون نوشتن که این سریعتر تمام شه برگر بدم و برم. و یه دفعه صدا کرد گفت بیا تو اتاق ببینم چی نوشتی. من یه لحظه ترسیدم رفتم در اتاق شده دارم برگر دیدم برگر رو برداشتم و رفتم و بستم تو اتاق دیدم لبه تخت نشسته و یه تخت یک نفره و گفت ببینم برگر تو چی نوشتی. رفتم برگر رو که یعنی رفتم یه ذره جلوتر و اینا گفتم که این تمام نشده و گفتش که اشکال نداره نمره تو گرفتی. بعد گفتش که این هدیه من بود به تو، تو چه هدیه میخوای بدی به من؟ من همینجوری ساکت بودم گفتم نمیدونم اصلا تام وایساده بودم. یه دفعه منو گرفت دستامو گرفت و اینا کشید جلوی خودش و من خیلی وحشت زده اینا دستامو که بغل خودم گرفته بودم این تکمی شلوار منو باز کرد و شلوار منو کشید پایین و شکر به خوردن حالت من. بعد من همینطوری مونده بودم که چی باید بگم چیکار کنم، مثلا وحشت تمام وجودم گرفته بود. اصلا برگشت با من اینجوری که خواهد معذرت میخوام این چرا بلند نمیشه. بعد من نگاه کرد یه دفعه سرش رو بود بالا اینجوری من نگاه کرد دید من دارم گریه میکنم. بعد من نگاه کرد گفتش که بازم خیلی خیلی معذرت میخوام. گفتش که نمیخوای ارزشی و اینا. گفتم که سرمو تکون دادم که یعنی نه. همینطوری من نگاه میکرد دارم داشتم گریه میکردم با اون نمیدونم به این نگاه خیلی عجیب و وحشتناکی. و گفتش که سرش انداخت پایین و بلند شد و همینطوری که داشت از اتاق میرفت بیرون به من گفت لباس تو بپوش برو. منم سریع لباسام پوشیدم و از در سریع در رفتم و دیگه هرگز توی مدرسه چیز نکردم، ندیدمش، یعنی اصلا سمتش نرفتم. رفتم خونه اون روز به هیچ کسی چی نگفتم، هرگز هیچی نگفتم. و به ترم آخر وقتی امتحان آخر سال رو دادم خیلی خوب درس خونده بودم، بخاطر این خوبی ترسیدم برگر که دادم مثلا میدستم نمره خوب میشه. برگر بهش دادم اصلا نمیخواستم حرف بزنم، سری برگر گوشتم تا نمیخواستم برم. یه دفعه منو گرفت گفتش که نهار مهمون شما هم دیگه، منظورش این بود که تو دوباره میای خونه من و دوباره این کارهای تو میکنم. من اصلا نفهمیدم حتی اون روز منظورش چی بود، من سالها بعد فهمیدم منظورش چی بود از اون حرف که اون روز به من زد. و من میترسیدم و من خیلی میترسیدم، همه زندگی میترسیدم که راجب این حرف بزنم. واقعا مرسی پدرام که در میون گذاشتی و خیلی واقعا شجاعت میخواد این کار. میدونم خیلی هم سخت بوده و این همه سال در موردش حرف نزده بودی و سکوت کرده بودی. این همیشه باید همراه بود یا چه کار کردی؟ فراموشش کرده بودی یا چجوری با این تروما خودت داشتی کنار میومدی و چجوری خودشو نشون میداد توی زندگیت؟ من فکر میکنم اکثر آدمایی که اتفاق پیش میاد اینو میکنن توی گنجه هزار توی و درشون میبندن و
هیچ وقت احساس بکنید همه زندگیشون جوری میرن که انگار هرگز این اتفاق نیفتاده. از لیول های اولیه ذهنشون میذارنش تو قدیم ترین و کنج ترین و تاریک ترین پستوهای ذهنشون که بهش اصلا رجوع نکنن، اصلا یه جوری رفتار کنن که این اتفاق نیفتاده. ولی بعد وقتی که آدم نگاه میکنه این آن سکیوریتی هاش، ترس هاش، نمیدونم این که نمیدونم یه چیزهای جون رو میتونی دلت بحث بکنی به این قضیه که یه اتفاقی بود که در گذشته افتاد و من هرگز اینو ادرس نکردم. تا زمانی برسه که انقدر شجاعت داشته باشی یه اتفاقی بیفته، یه تریگری بشه. میدونی برای من یه تریگر عجیبی بود این اتفاق که بشنم حرف بزنم راجبش، راجبش فکر کنم. برای یک نفر دیگه ممکنه یه چیزی دیگه باشه. تمام قصد فکر میکنم ماها اینجا الان همینه که راجب این قضیه حرف بزنیم. و پسرها نظر من خیلی سخت داره اصلا حرف نمیزنن راجبش، میترسن که بهشون بگن چه میتونم فلان و الان. و من وقتی این دستانه برای اولین بار هفته پیش گفتم، یه جایی به یکی از آدمهایی گفتم که این آدم بلکه حرف عجیب به من زد، گفتش که نکنه داری دستانه عوض میکنی که مثلا داستان یه جوری دیگه بوده تا یه جوری دیگه. گفتم به نظر تو این داستان انقدر وحشتناک نیست؟ و گفتش که به نظر من خنده داره. بعد متاسفانه ما آدم این طوری داریم تو جامعه‌مون و این ترس رو بیشتر میکنه از حرف زدن. آره متاسفانه یه سری ها هستن که هیچ وقت باور نمیخوان بکنن کمچین اتفاقای وحشتناکی میفته. اصلا چه نیازی هست تو بیای الان همچین داستانی از خود در بیاری؟ میدونی چی میگم؟ یعنی همین داستانی که با خیلی از قربانیای دیگه که کسی نمیان حرفاشون رو باور کنه و میگن دنبال شهرتن یا فلان و میخوان مطرحشن. آخه کدوم آدم عاقلی میخواد بیاد از طریق همچین داستانی واقعا برای خودش شهرت درست کنه؟ این همیشه منو خیلی اذیت میکنه، آدمایی که باور نمیکنن حرف قربانیا رو و بهشون حداقل فرصت شنیده شدن نمیدن. چون خیلی وقتا میدونید مثلا هم تو کیس تو و هم ساله فکر نمیکنم مثلا دادگاه رفتین یا جایی شکایت کنی، چون احساس میکردین که کی باور خواهد کرد یا به کجا خواهد رسید این داستان. این و این شرم و این ترس و همه این فیلینگ هایی که دور ورش میاد سخت‌تر میکنه در موردش حرف زدن. میتونم یه سوال شخصی بکنم پدرام؟ این توی زندگی عاطفی و سکشوال شخصی خودت چجوری تأثیر گذاشته بود؟ یعنی چجوری تونستی اوورکام کنی که میگم تو هم یه آدمی هستی فوق‌العاده انرژی خوب و با کلی عشق، اصلا انرژی تو واقعا چیزه کانتیجسه، هر کی میبینه انرژی تو اینجا اصلا سه سوت عاشقت میشه. و میخوام بدونم که تو چجوری تونستی که تو روابط خودت بری جلو توی زندگیت؟ ببین نمیدونم، شاید مسئله تراسته، شاید مسئله اینه که تو به یک نفر تراست میکنی، شاید یه تراستی شروع برات پیش میاد. من تازگی رو بهش نگاه کردم که من آدم ها وقتی خیلی به من نزدیک میشن یا خیلی چیز میشن میترسم، ولی نمیدونم، شاید اینکه من توی زندگیم خیلی هم رفتم سراغ اینکه با آدم های مختلفی باشم و آدم های مختلفی رو ببینم و اینها به خاطر این بود که من همیشه میترسم شاید اعتماد بکنم به این نفر. یاد نمیدونم، شاید واقعا برای تراپیست و جشمت هیچ وقت راجع به این قضیه با هیچ تراپیستی صحبت نکردم، هیچ وقت نشستم قضیه رو دقیق در بیارم. ولی میدونم که نمیدونم، شاید عشقی که تو زندگیم از بقیه گرفتم توی چیزهای مختلف به من کمک کرد که فکر نکنم آدم تنهاییم، بدون این که آدم ها بدونن و بدون این که من سعی بکنم بذارم این اتفاق من رو نابود بکنه. میدونی به نظرم at some point خود ما هاییم که باید خودمون یک ذره بگیم که آقا نذار نابود بشی با یه اتفاقی. و من نذاشتم که نابود بشم، نمیدونم، و این عشق هم گرفتم از آدم های مختلف در طول زندگیم، همیشه اینو گرفتم و خیلی خیلی قدردان این قضیه هم. و شاید این چیزی بود که به من کمک کرد که من این walk of life رو داشته باشم. دمت گرم دود، دمت گرم. خیلی خیلی کمک خواهد کرد پدرام. یعنی واقعا این داستان رو که به اشتراک میذاریم با هم دیگه به دیگران هم این شجاعت رو خواهد داد که بیشتر صحبت کنن در مورد این مسائل. و آرزو تو چیزی هستش که بخوای بگی؟
اولا که بازم من به شما تبریک میگم به خاطر اینکه با ما شیر بکنی و خیلی سخته که یه بچه زیر 18 سال که هم پدر مادرش هم معلمش به عنوان کیرگیور محسوب میشن، الگو محسوب میشن، کسایی که قراره مراقبت بکنن ازش، و وقتی که یک آدمی که قراره مراقب ما باشه و ما اعتماد داریم بهش همچین کاری رو بکنه، خب خیلی خیلی سخت میشه که آدم سایرنده به اعتماد و اطمینانش رو دوباره برگردونه. و من فکر میکنم که شما خوبی تونستی هندل بکنی، حالا شاید کامل نه، یعنی راه زیاده، ولی تا الان هم که تونستی با ما سر بکنی میده که از اون اتفاقی که برات داده با اون قوی بودن تونستی به اینجا برسی. و من واقعا متفهم، چون من خودم یه زمان معلم بودم و من بچه ها رو مثل با اینکه حالا سنم همه مثل بچه های خودم میدیدم و متاسفم که همون من حالا شایدم من خیلی بزرگتر همچین کاری رو کرده و امیدوارم همین جوری که همچه خود کار هستی و رامی میگه که بچه ها انقدر ازت انرژی میگیرن همین راه های بدید. مرسی عزیزم، مرسی واقعا، بازم مرسی پدرام، خوب میدونی چه عاشقتم و بدون که این تصمیمی که الان گرفتی که بعد از 23 سال اینو به اشتراک بذاری، مطمئن باشه تأثیر مثبت حتی رو زندگی یه نفر دیگه هم بذاره که اون شجاعت رو پیدا کنه در موردش حرف بزنه، واقعا کار درستی کردی. خودت هم میدونی که من I'm always here for you، هر کاری هر چیزی هستش میدونی که دیگه مثل خانواده این برای من دیگه شما و خیلی خوشحالم که تو هم تو زندگیم هستی. دمت گرم واقعا. فدای تو بشم. بریم سراغ نفر بعد که نیستش. الان یه نیم بینمش. کجاست؟ داره سخت همه اسماتون عوض کنن. You're so brave. دمتون گرم. خیلی خفنه. بذار من باید سینا رو پیدا کنم. کوشش. آه. خب الان با بتونی حرف بزنی. صدای منو دارین بچه ها؟ آره. آره سلام. خب من سلام میکنم به همتون. قبل از اینکه داستان خودم شروع کنم خواستم تشکر کنم از سالو پدرام، چون با خودم درک میکنم که آسون نیست. بیایم ما اینجا صحبت کنیم و این تجربیتون رو باتون به اشتراک بذاریم. واقعا ممنون ازتون. من تجربه‌ای که میخواستم بگم اکثرش تو سن خیلی پایین برام پیش اومد. اگر بخوام اولیش رو اشاره کنم، یادمه که 12 سالم بود و مامانم یه روز حالش بد میشه و بعد میرفت بیمارستان. بابا ما هم مأموریت کاری بود و مامانم از پسر صابخونم که اون موقع 19-20 سالش بود خواهش میکنه که بیاد یکی دو ساعت مراقبم باشه تا مامانم برگرده. و اونم اومد و یه سیدی هم دستش بود و گذاشته کامپیوتر و من هم خیلی خوشحال که این قرار باستم کارتون بذاره و کلی تایم خوب داشته باشیم. ولی نگو که فیلم پورن گذاشته بود و شروع کرد کم کم با حالت خودش ورفتن و با بدن من بازی کردن و من هم تو میخکوب روی صندلی و اصلا متوجه نبودم چه اتفاق داره میفته. یعنی انقدر سن پایین بودم که حتی هیچ گونه تحریک هیچ چیزی اصلا نمیدونستم، خیلی همه چی برام تازه بود و من فقط شانسی که آوردم این بود که حالا یا این آدم زمان کافی نداشت یا هر چیزی دیگه نرفت سراغ لباسام. شاید هم دلش سوخته بود که خیلی بچه بودم و کوچولو بودم و بیشتر از این پیش نرفت. تا اینکه گذشت و من 12 سالم شد،
من بابام یه پسرخاله داشت که 16 سال از من بزرگتر بود و خیلی همه بهش احترام میذاشتن و قبولش داشتن. یه آدم خیلی درشت اندام و خیلی هم مذهبی بود. یه روز که بیشتر فامیل همه دورم جمع شده بودیم خونه مادر بزرگم، من دیدم که این آدم از هر فرصتی استفاده میکنه. هر جایی که تنها میشده میومد و از توی گوشش به من فیلم های پورنو نشون میداد و به من ور میرفت و با اعضای حساس بدنم دست میزد و هر کاری میکرد که من تحریک بشم. و میگم حتی اون زمانم که 12 سالم بود بازم خیلی همه چی برام تازه بود، اصلا واقعا هیچ چیزی نمیدونستم راجع به این چیزا و اصلا واقعا عقلم هیچ جوره نمیتونست آنالیز کنه که داره چه اتفاقی میفته. تا اینکه شب شد و چون اکثرا همه شب خونه مادر بزرگم میموندیم، توی هر اتاق چند تا جا انداختن و نمیدونم این آدم چطوری برنامه ریزی کرد یا اقبال بود یا هرچی، ولی همطور که من داشتم میرفتم بین اتاقا دنبال جای خوابم میگشتم، بابا اومد و گفتش یاره جای من و این آقا رو انداخته اتاق بغلی و برم اونجا بخوابم. من بدون اینکه صدام در بیاد رفتم، قبل از اینکه بیاد زودتر خودم به خواب زدم و زیر پتوهایم شدم. تا اینکه بعد از یه ساعت اومد و شروع کرد پتوهای کنار زدن و لباسش در آوردن و بعدش هم من از کمر به پایین لخ کردن. کل این مدت من پشتم بهش بود و نه جرئت میکنم حرکتی کنم، نه صدای ازم در میومد و حتی چشامو باز کنم. اون شب به هر دری زد که بتونه با من سیکس کنه نتونست، بخاطر اینکه خب خیلی کم سن و سال و کوچولو بودم و خوشبختانه موفق نشد. و در حین همین تلاش کردن انقدر ادامه داد تا اینکه ارزو شده دیگه بیخیال من شد. از اون قضیه 2 سال گذشت و تو این مدت هم هنوز کاملا متوجه نشده بودم که این آدم به من با این کارش حتی تجاوز کرده و چون با هیچ کس هم جرئت نمی کردم صحبت کنم، واقعا هنوزم واسم گونگی بود خیلی چیزا. تا اینکه 2 سال گذشت و این آدم ما رو دعوت کرد خونهش، یعنی نه فقط ما رو، چند تا از فامیلای دیگر رو دعوت کردن و ما رفتیم و بین این 2 سال من فقط یک بار این آدم رو دیدم، اونم خیلی کوتاه. رفتیم خونهشون و نهار خوردیم و بعدش همه گروه رو رفتن خرید و هر کی سراغ کاری و آقایم یه کار خانم ما یه کار یکی خرید و تو من تو به خودم اومدم دیدم من موندم و این آقا و خواهرش که خواهرش هم نیم ساعت بعد رفت و این آدم هم خیلی خوشحال، انگار که تمام این ماجرای نقشه بوده و این به شکارش نزدیک شده. اومد سمتم و به من هم واقعا هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. آدمی بود که شاید 6 برابر من بود و به شدت من ازش میترسیدم و فقط مجبور بودم هر کاری میگه انجام بدم و خیلی هم این سری خشنتر و بیرحمتر بود برعکس 2 سال قبلش که خیلی با من مهربون بود. برعکس مثل این که دیگه خیالش راحت شده بود که من به کسی چیزی نمیگم. این بار این آدم متاسفانه موفق شد که با من سیکس کنه حتی بدون هیچ محافظی و حتی از دقیق دهانی و من بعدها فهمیدم که این آدم همش دنبال دختر خیابونی هستش و تو فامیلی سراغ خیلی از دخترها رفته و من واقعا شانس آوردم که تو این سن مریضی ازش نگرفتم. بعد از اون ماجرا من هرچی بزرگتر میشدم این ماجرا برام خیلی دردناکتر می شد و این زخم هم می شد، چون هرچی
بیشتر میرفت جلو، بیشتر متوجه میشدم که این آدم با من چی کار کرده و هر دو سری به من تجاوز کرده. و اون زمان واقعا نمیتونستم، چون خیلی سنم پایین بود، واقعا نمیتونستم این مسئله تحلیل کنم. من 18 سالم شده بود، هیچ وقت یادم نمیده، و مجبور شدم با خانوادم بریم عروسی این آدم. و وقتی اونجا دیدمش که با یه لبخند داره من نگاه میکنه، و از همون لبخند کثیف‌ترین و چندش آورترین و تهوع‌آورترین لبخندی که تا حتی همین الان تو زندگی دیدم. من به دلیل ترسم از این آدم و ترس از اینکه توی فامیل چه اتفاقی خواهد افتاد، و از همه بیشتر ترس از اینکه میدونستم اگه بابام بفهمه میره این آدم میکشه، به هیچ کسی چیز نگفتم. تا امروز که دارم با شما درمیون میذارم، تنها دلیلش هم اینه که اگر بتونم از این طریق کمک کنم به کسی، حتی یک نفر، تصمیم گرفتم که بیام و با شما که جز اولین کسایی هستید که اینو میشنوید درمیون بذارم. اگر پدر و مادری داره اینو میشنوه، بیشتر مراقب بچه‌هاتون باشین، چه دختر چه پسر. به هیچ کس تو این زمینه اعتماد نکنید، چه توی فامیل چه بیرون از فامیل. معمولا آدم ضربه را کسایی میخوره تو این زمینه که بیشتر بهشون اعتماد داشته. اگر کسایی مورد مشابه تجربه کردن، سکوت نکنن، چون باعث میشه این متجاوزگر رو پرروتر بشن و به کارشون ادامه بدن. با کسایی که سواد تراپی دارن یا کسایی که صحبت کردن با اونا بهتون آرامش میده و بهشون اطمینان داری صحبت کنید. اگر من خودم سکوت نمی کردم، شاید چند تا اتفاق بعد کوچیک می افتاد، ولی حداقل اون بلای سری دوم سرم نمی آمد. و یه خواهشی هم دارم از همه دختر پسرایی که تجربه مشابه داشتن، بخواستم بگم که اجازه ندین این باعث شه که توی زندگیتون پیشرفت نکنی. می دونم سخته، آسون نیست، ولی ماها از بدترین اتفاقای زندگیمون هم کلی چیز میتونیم یاد بگیریم و ازش استفاده کنیم تا بتونیم روز به روز قوی و قوی تر بشیم و حتی از اون چیزی که قرار بود پیشرفت کنیم. این اتفاقو بهونه نکنیم و اجازه ندیم که ماها رو ضعیف نگه داره و ضعیف تر کنه. خودمون رو نه قربانی بلکه قهرمان حساب کنیم، و تا حد زیادی به خودمون بستگی داره که به چه روشی ریکاوری کنیم و به زندگیمون ادامه بدیم. مرسی از همتون که به صحبت هم گوش کردین. بگم من قبل از این به هیچ کس راجع به این مسئله صحبت نکرده بودم، ولی واقعا خوشحالم از این که باهاتون در میون گذاشتم. مرسی واقعا سینا، اصلا یعنی این شجاعتی که داری و این اعتمادی که با ما کردی که اینو با ما در میون بذاری واقعا قابل ستایشه. دود اصلا، یعنی میخوام باید بغلت کنم الان واقعا، یعنی از تای وجودم بگم که چقدر دوستت دارم و همه اون حرفایی که با هم پای تلفن میزنیم و بالاخره یه روز با هم انجام خواهیم داد با کلی انرژی و با کلی عشق. واقعا کاری که الان داری میکنی، اصلا من که اصلا خودم به شخص پشمام ریخته از همتون که داریم با ما اینا رو در میون میذارید و این اجازه رو دادین که ما بتونیم جزوی از نزدیکای شما بتونیم همراه شما باشیم و این داستاناتون رو بشنویم. داستانایی که میدونم زخمای خیلی سختی بوده که دوباره شاید باز کردین و بهش بازگشتین، ولی واقعا دمت گرم دود که با این همه انرژی و این همه عشق، اصلا من فیلمای تو رو میبینم و پروژه‌ها تو، حرف زدن تو، اصلا میگم فاک من این آدم بمب انرژیه، بمب عشقه، و واقعا حال میکنم. معمولا رو ما آدم هایی که خیلی انرژی داریم و خوشحالیم، حالا نمیگم همیشه، ولی اکثرا کسی هستیم که یا زندگی سختی داشتیم یا اتفاق ناگواری توی زندگیمون افتاده و قدر شادی و خوشحالی رو خیلی بیشتر میدونیم و دوست داریم این حس رو اگه خودمون تجربه نکنیم یا کمتر تجربه کنیم به بقیه منتقل کنیم که حداقل اونا تجربهش کنن. شاید یه دلیل این که میبینیم اینقدر با انرژی و همیشه سعی میکنم به همه اون انرژی مستفاده بدم، شاید دلش همین باشه. دمت گرم دود، دمت گرم. آرزو تو هستی؟ چیزی میخوای بگی؟ آره من هستم و میخوام مهر تایید بزنم رو حرفش. واقعا چون من
3-4 ماهه که دارمش تو اینستاگرام و واقعا درست میگه که داره از زندگیش لذت میبره، از لحظه لحظه زندگیش، چون من در جریان اتفاق بعدی که براش افتاده نبودم و هر دفعه که نگاه میکردم حالا هر چیزی رو که پست میکرد یا استوری میذاشت میگفتم که چه لایف استایل فان و خوب و سالمی داره، یعنی انگار که واقعا داره از لحظه لحظه زندگیش لذت میبره. و الان هم که خودش این حرف رو زد، من واقعا خیلی خوشحالم که اجازه ندادی که اون اتفاق توی بچگی برات افتاده و چندین بار هم تکرار شده مانع این بشه که تو الان توی این سن لذت نبری و واقعا ادامه بده، چون من به شخص هر دفعه میبینم از زندگی هر چیزی رو که میذاری من لذت میبرم و مرسی که گفتی به همون. و من در ادامه حرف سینا که میدونی و همین قبلن هم آرزو اشاره کرد، خیلی وقتا این اتفاق از سمت آدمایی که بهشون بیشترین اعتماد داریم میافته. و در ادامه همون حرف سینا، لطفا اگه مادر پدری داره گوش میکنه واقعا توجه کنید. یعنی اصلا روز اولی که من این پادکست رو شروع کردم، خیلی جالبه، خیلی مامان بابا هستن که اصلا دارن گوش میکنن این پادکست رو و هم مسیج میزنن که مرسی رام که یه پنجره‌ای باز کردی به دنیای بچه‌های ما که حداقل بفهمیم داره چی میگذره تو سرشون یا تو چه دنیایی هستن، چون واقعا خیلی‌هاشون روحشون خبر نداره اصلا. و من یه چیزی هم بگم روی حرف تو، این که ببین همینجوری که مثلا یه نفر میخواد بره دزدی بکنه چندی ماه نقشه میکشه، میخواد بانک بزنه، نقشه بانک رو در میاره، همه چی و دوربیناش و نمیدونم پلیسش کجا وای میسه، معمولا نه، همیشه کسی که میخواد در واقع یک ریپیست، هر وقت که میخواد این کار رو بکنه، حالا با کودکان مخصوصا، بهترین راه اینه که اعتماد پدر مادر اون بچه رو جلب بکنه. و خب متاسفانه پدر مادرهای ایرانی فکر میکنن که اگه یه نفر مورد اعتمادشون باشه پس دیگه 100% بچه رو بسپرن دستش، در حالی که اون آدم بچه باز اولین راهی که انتخاب میکنه گرفتن اعتماد پدر مادر، دومیش دادن احساس امنیت به بچه هست، بعد دیگه نقشاش دیگه اوکیه دیگه، این همون دوزه که میخواد بانک بزنه. و حرفی که سینا زد کاملا درسته که حواسمون باشه هممون اگه پدر مادر هستیم، اگر نیستیم برای خواهر برادرامون یا هر کس دیگه. سینا واقعا مرسی بازم که اومدی صحبت کردی دود، و امیدوارم هرچی سریع ترم هم دیگه رو ببینیم، بریم اون رود تریپمون رو با هم دیگه. حتما روم، واقعا میدونم که قرار کلی تامه خوبی داشته باشیم، چه با هم دیگه چه با کل بچه تون فارم کذایی که قراره بریم اون کلی توش بهتر کنیم. دمت گرم دود، دمت گرم، مرسی ازت که این فرصت رو دادی بهم. خواهش کنم، مرسی از تو بابا، یعنی مرسی از تو و ساله و پدرام و بقیه بچه‌هایی که دارن حرف میزنن و این شجاعتی که دارین، واقعا از ته قلبم واقعا ممنونم. خب نفر بعد سی سی فوس میخواد صحبت بکنه. الان میتونی حرف بزنی؟ سی سی فوس الان میتونی تو برداشتن با بتونی خودتو اگه آن میوت کنی. حالا تا اینو بفهمه آن میوت و آن میوتی شد. آرزو یه سوال داشتم، این به نظر تو چیکار برای الان با این مسائل میتویی که پیش اومده و این دلیلی که یه سوالی که برام هی پیش اومد، این چرا خیلی آدما باور نمیکنن قربانی ها رو؟ این مسئله خیلی رو مخ منه، خیلی اذیتم میکنه. این چیه که اولین فکر بیشتر آدما با شک به صدای قربانی، نه که بگم حالا 1% شاید آدم باشه که بخواد سوئیس، ولی چرا اصلا این طرز فکر هم بین دخترها دیدم هم بین پسرها، این عدم اعتماد به صدای قربانی ها؟ ببین نگاه کن، ما برای این وقتی که استراب به همون دست میده، خب مکانیسم دفاعی که میخواییم استفاده کنیم 20 تا مکانیسم دفاعیه،
ساده ترین مکانیزم های دفاعی در مقابل استراب انکاره. خب انکارو یعنی از بچه 2 ساله، 6 ساله، 12 ساله، 15 ساله استفاده میکنه، ولی وقتی بزرگ میشیم، بالغ میشیم، معمولا مکانیزم دفاعی مقابله با استرابمون باید پیشرفت کرده باشه. اونایی که از لحاظ بلوغ فکری هنوز تو فاز بچگی موندن، یعنی که مثلا چه میدونم بچه لیوانو میشکونه برای اینکه تو دردسر نیفته، استراب نگیره که مامان میخواد کتکش بزنه، انکار میکنه. خب این قابل قبولی که بچه این کارو بکنه، ولی وقتی که یادم 25 ساله این کارو میکنه، انکار میکنه. ببین شما اگه انکار نکنه، مثلا شما میای مثلا من بچه‌ها الان داستانش رو گفتم، من میام اینجا انکار میکنم، میگم از کجا معلوم شما راست میگید؟ اگه من انکار نکنم استراب به هم غالب میشه، تمام ذهنم به هم میریزه و کلن دیگه نمیتونم بدنم کنترل داشته باشم. پس بهترین راهی که انتخاب میکنم اینکه میام انکار میکنم، میگم دروغ میگید، برای لایک دارید این حرفا رو میزنید، برای اینکه جلب توجه کنید این حرفا، اینا همش انکاره. یعنی که خود اون شخص برای اینکه نخواد باور کنه و استراب نگیره، شروع میکنه به انکار کردن. جالبه، چون همینجور که دیدیم این بچه ها اصلا خیلی ساله که اینا رو اصلا نگفتن، سال هاست که بیشه خودشون پنهان نگم، میگن چرا همون موقع نگفته. یعنی من عجیبه برام این حسی که نمیتونن آدم ها درک کنن یا همدردی کنن یا امپاتی داشته باشن که این تراما. برای همین الان همینجور که داره میبینیم بچه ها میان 10، 10، 12، 20، 30 سال بعد میگن داستاناشونا. آره، چون میدونن بستری فراهم نیستش. که ببین بدترین کاری که شنونده میتونه بکنه انکار کردنه، یعنی اینکه اون انقدر خودشو قوی کرده که بیاد تمام اون اتفاقا رو به زبون بیاره، بعد حالا به زبون آورد دور و بریا بگن داری دروغ میگی. این اگر دردش کمتر، یعنی از اون اتفاق یعنی خیلی دردش زیاده که اوکی من یه آسیب جنسی دیدم، حالا میخوام تعریفم بکنم، کسی هم باور نمیکنه. خب این خیلی بده، خیلی سخته. حتی اگر ببین، یعنی میگن، همیشه میگن اگه فکر میکنید دروغ هم طرف داره میگه، بذارید حرفشو بزنید، چون شما نمیدونید چه اتفاقی افتاده. مرسی آرزو. الان فکر میکنم سیسیفوس میتونه حرف بزنه، درسته؟ امیدوارم. میاد صدا من؟ آره میاد صدات. سلام، اول ببخشید جا من تو دیسکورد تازه کارم یه ذره، هم اسممو میخواستم عوض کنم، یو آر سو بریف کنم، رمزم یادم رفته بودم که الان رو میوت مونده بود. نه اشکالی نداره. خب من هم ماجرامو بگم. اول خیلی ممنونم از خودت، بارها بهت پیام دادم تو دیسکورد، فعال نبودم زیاد، احتمالا نمیشناسی من، ولی بهت خیلی پیام دادم به خاطر این پلتفرم که ایجاد کردی برای زده شدن خیلی حرفای مهمی که خب متاسفانه همیشه تو جامعه ما تابوه و خیلی هم طبعات بدی داره این تابو بودنشون. خب حرف زدن راجع به یه همچین زخمی توی تایم کم سخته، اما سعی کنم خیلی خلاصش کنم که نوبت به همه بچه ها هم برسه برای به اشتراک گذاشتن تجربهشون. من ماجرا برمیگرده به حدود 12-13 سال پیش و یک مدرسه راهنمایی که من میرفتم توی تهران، خیابون جردن، و یک معلمی اونجا بود به اسم عباس خسروجردی، معلم تاریخ بود، که مدل داستان اینجوری بود که این آدم از شهرستان اومده بود و یک حالت حالا ضعیفی داشت و اینها، و مدیر اون مدرسه بهش حتی جا و مکان داده بود و توی مدرسه غیر انتفاعی راهنمایی ملت یک اتاق‌توری هم داده بود و این آدم اصلا همونجا زندگی میکرد. و صدای من میاد؟ بله میاد صدات. و اینطوری بود که و کلا هم یه حالتی داشت که حالا چون به دلیل اینکه اونجا زندگی میکرد، خب خیلی روزای حالا غیر از روزایی که مثلا تدریس داشت بود تو مدرسه دیگه، یعنی فعالیتش زیاد بود و حضورش تو مدرسه، و خب خیلی هم سعی میکرد به بچه های بهانه های مختلف خودش رو نزدیک بکنه. و حالا تجربه من شاید یکم متفاوت و یکم مدلش فرق کنه با تجربه بچه ها، اما
من الان با افتخار دوست دارم اینو تعریف کنم و از عمدم اسم مدرسه و اون آدم رو میگم، به خاطر اینکه مشکلی که من داشتم این بود که همیشه عذاب وجدان داشتم سر این ماجرایی که نگفتن من باعث ممکنه باعث شده باشه که بعدها، حالا این آدم در مورد من درسته که به اون هدف نهاییش نرسیده، ولی همیشه من این عذاب وجدان با هم همراه بود که اگر نگفتن من و حالا قطعا کسای دیگه مثل من باعث این شده باشه که این آدم در موارد بعدی موفق شده باشه که اون تجاوزی که فصلش رو داشته رو انجام بده، واقعا من هم یک درصدی سهم دارم و این احساس گناه رو همیشه داشتم با خودم به موارد مختلف. مثلا یک فیلمی با این موضوع میدیدم، این ماجرا یادم میومد و الان هم سر این ماجراهای میتو که به ایران رسیده این خاطرات انگار دوباره داره برای من میاد رو، با این که حالا تا حدودی تونسته بودم باش کنار بیام. خب این آدم به من هم مثل خیلی از بچه های دیگه سعی کرد نزدیک بشه و حتی چیزی که الان توی مورد آخر فکر کنم دوستمون گفت، دوست داشت اعتماد خانواده من هم جلب کنه، یعنی یه جوری بود که با ما رفت آمد میکرد. من یادم یک سال این آدم تولد من اومد و یک حالتی بود که حتی مثلا دل پدر من یادم برای این آدم سوخت، یکی دو بار کمکش کرد و البته من هیچ وقت سرزنش نمی کنم پدر مادرم رو، خاطر اینکه تو این قضیه همراه هم بودم واقعا و در حال این شانس رو داشتم، ولی خب حق بهشون میدم که متوجه این ماجرا نشده باشن و قطعا خیلی چیزا یادم نیست. اما اتفاق اصلی که برای من افتاد از یه جایی به بعد، یادم این آدم هی به من یه حالت ابراز علاقه میکرد و هی میگفتش که مثلا یادم یه کلید واژه و یه جمله تکراری بود که پس کی، نمیدونم کی اتفاق میفته، پس کی میشه. و من یادم خیلی گنگ بودم، خب یه بچه مثلا 12-13 ساله واقعا شاید نمیفهمه، شاید نه قطعا نمیفهمه منظور چیه. و اتفاقی که افتاد ما یک اردوی مشهد یادم از سمت مدرسه رفتیم و حالا این جمله ها و این خود این جمله ها خیلی آزاردهنده است، یعنی حتما اینجوری نباید باشه که شما مثلا اون آدم موفق بشه تجاوز کنه یا اتفاقی بیفته. همین جمله ها خیلی جاها من رو آزار داده، خیلی جاها میتونه آزاردهنده باشه. توی این اردوی مشهد که رفته بودیم این آدم یادم هستش که به نوعی، حالا نمیدونم اصطلاح درستش چیه، به نوعی با دستمالی کردن من و حالا به نوعی با همچین کاری و مثلا دست زدن به باسن من و اینها، نمیدونم شاید میخواست به نوعی امتحان کنه که تا چه حد اجازه جلو اومدن داره، نمیدونم واقعا. هنوز هم که هنوزه خوب برام این نیست که قطعا فکر نکنم قایت هدفش و آخر انتهای هدفش این نبوده احتمالا، ولی این کار کرد و من از اون اردو که برگشتیم من تا یک سال به کسی چیزی نگفتم، یعنی حتی اصلا شاید تو ذهنم هم اونقدر بولد نشده بود، چون که تعجب کرده بودم قطعا، میگم خیلی چیزا رو خب یادم نیست، تعجب کرده بودم قطعا. اما میگم حالا همه بچه ها احتمالا اینو درک میکنن، اون لحظه آدم نمیدونه قضیه چیه واقعا، یعنی تا چند وقت چند سال با یه سنی اکثر این اتفاق هم که بچه ها تعریف کردن توی بازه زمانی مشخصه 12-13 سالگی و من واقعا نمیدونستم چی شده. و یادم هست یک روز آخرهای سال، یعنی تقریبا دقیقا فکر کنم با یک سال فاصله از این اتفاق، یادم نیست چی شد، شاید من فشار این حادثه رو خودم حس کردم، فشار این آزار جنسی که به من رسیده و این ابیوزمنتی که شده، و نشستم با مامانم صحبت کردم و همه اینها رو با گریه و اینها تعریف کردم. و این الان اینجا فکر کنم میشه سال دومی که من توی اون مدرسه بودم، یعنی این اتفاق سال اول راهنمایی افتاد، من وسط های سال تحصیلی دوم راهنمایی اینا رو دارم نزدیک های عید تعریف میکنم برای مادرم. و خب اتفاقی که اون موقع افتاد و الان هم که فکر میکنم تصمیم شاید درستی بوده از این نظر که نمیدونم واقعا، شاید برای تحصیل من مشکلی پیش می اومد، شاید به نوعی بیشتر من آسیب روحی میدیدم. اقدامی که اون زمان انجام دادن مامبوی من این بود که مدرسه من رو عوض کردن، یعنی فقط این بود. ولی من بعدها توی خیلی
دوره‌های زندگیم این آسیب رو حس کردم که از اونجا خوردم. خاطر اینکه من از بچگی یک حالت وسواسی هم داشتم، یک وسواس فکری داشتم، انگار یه جاهایی این قضیه اون وسواس رو برای من بولد کرده بود. یعنی من یادم، خب این آدم گفتم چند بار خونه ما اومده بود، یادم روی اون کاناپه‌ای که این آدم نشسته بود من 4-5 سال نمیتونستم بشینم. یعنی حس میکردم اگر بشینم روی اون کاناپه مثلا دارم با این آدم نزدیکم، الان با این آدم تماس دارم. یا حالا برای هر کی یه جور نموداره دیگه، چون من از بچگی این حالت وسواس فکری ریشش بود و حالا گاهی تراپی میرفتم و اینها، گاهی یعنی حس میکنم این رو برای من پررنگ کرد. و هنوز گاهی میگم نکنه توی اون اردو توی خواب اتفاقی برای من افتاده و من نفهمیدم، یعنی اون وسواس اومده بود شده. و یه نکته دیگه هم که یادم میاد اینه که این آدم از یه جایی که حس کرد دیگه نمیتونه شاید اون کاری که میخواد رو بکنه، انگار سعی میکرد من رو از آزار روحی بده. یادم میاد سر کلاس مثلا در میگشت میگفت، داشت ماجرا اینا تعریف میکرد. خب یه آدمی بود که بچه ها هم تقریبا باش احساس نزدیکی میکردن، برمیگشت یه چیزایی تعریف میکرد راجبه یک مثلا شاگردی که اسم نمی آورد و میگفت آره من رفتم خونهشون، نمیدونم خانواده اینو دیدم، مامان فلانی رو دیدم، خواهر فلانی رو دیدم، اسمی نمی آورد، ولی یهو یک لحظه تو چشم من نگاه میکرد و من حس میکردم این با منه و با یک نگاه آزاردهنده من رو نگاه میکرد، انگار حالا که نتونستم اون کارو بکنم پس آزار روحی میدم تو رو. یه همچین حالتی داشت برای من. و من خیلی وقتا توی زندگیم بعدها راهی وقتا که حالم خوب نبود، نه از این ماجرا، میگم حالا هر کسی مسائلی داره تو زندگیش و اینقدر روح و روان آدم پیچیده است، که من خیلی وقتا فکر میکردم نکنه این تبعات اون ماجرایی که برگشته به من و داره به این حال بدم دامن میزنه، به این مشکلاتی که حالا میگم هر کسی یه سری مسائل روحی داره با توجه به چیزایی که زندگیش پیش میاد. و گاهی شبا من یادمه پیش خودم میگفتم برم دم این مدرسه، حالا فارغ از این که بدونم اون آدم هنوز اونجا هست بعد 7-8 سال یا نه، برم دم این مدرسه و این آدم رو به قصد کشت بزنم، با اینکه اصلا نه آدم خشنیم نه چیزم، ولی یادم بعضی شبایی که عصبانی بودم این میومد تو سرم که شاید من یک خشم فرو خورده ای تو ناخودآگاه هم تشکیل شده و این داره من رو آزار میده، به شکل وسواس داره بروز پیدا میکنه و اینها، و اگر من برم اینو اینجوری تخلیه کنم، این تایید نیست، دارم صرفا چیزایی که گذشته برنامه دارم تعریف میکنم، و اینجوری تو ذهنم هم میومد که اگر الان من برم این کار رو انجام بدم اون خشم برطرف شاید بشه و مثلا اینجوری. و الان که اسم این آدم رو میگم، اسم مدرسه رو میگم، حالا قبلش با رام عزیز مطرح کردم که من میخوام بگم، مشکلی نداره و گفت هر جور خودت میدونی، میگم نمیدونم هنوز اون آدم اونجا هست، زنده است، مرده است، نمیدونم واقعا، ولی دوست ندارم واقعا کسی، میگم به اندازه کافی گفتن همگانی اینو دیر کردم، یعنی الان یه ذره حالا واژه ها هم دارم باطی میکنم، ولی نمیخوام این از وجدان با من همراه باشه و بعد از این شاید اقدام بیشتری هم بکنم برای اینکه این آدم اگر 1% هنوز اونجاست یه نتونه به کسی چه آزار روحی برسونه چه آزار جنسی. مرسی گوش دادین، مرسی رام عزیز به خاطر پادکست فوق‌العاده‌ای که همون داریم تاثیرش رو می‌بینیم، و مرسی از همه بچه‌ها و شجاعتشون، دم همتون گرم. مرسی سیسیفوس جان که با ما در میون گذاشتی. و میگم این شکل این خشونت جنسی به هر شکلی باشه تأثیرش رو همه ما میبینیم، واقعا چجوری توی ناخودآگاه ما میتونه تأثیر بذاره و با ما همراه باشه. و این خیلی مهمه، این حرفایی هم که زدی، که این خیلی، اولا که دمت گرم که رفتی با مامانت صحبت کردی، در میون گذاشتی، خودش خیلی قدم بزرگی بود. و اینکه همین الان هم واقعا بچه اگه میشه شما هم مثلا از دوستاتون بپرسین که بیان با شما در میون بذارن، اگه جای چیزی میشنوید یا میدونید اتفاقی جای افتاده با مامان بابای بچه ها صحبت بکنید، برین بگین. یعنی اینا رو به نظرم نباید نگه داریم توی خودمون، یعنی و سخته دیگه. یعنی من خودم هنوز میگم تو این چند روزه خودتون دیدین با این اتفاقاتی که اینجا افتاده و چند تا اپیزود قبلی که داشتم،
من واقعا اگه مدارشم کسی داره یه خوشنط جنسی انجام میده، تمام سعیم میکنم که پیشگیری بکنم که اون آدم دیگه نتونه قربانی دیگه داشته باشه. و بازم مرسی واقعا که در میون گذاشتی. و آرزو، چیزی هستش که تو هم میخوای اضافه کنی؟ اول اینو بگم که طبق حرف رامی واقعا کار خوبی کردی که به مامانت گفتی و آفرین که واقعا یعنی حداقلش گوش دادن و حرفت هم مدرسه تا عوض کردن. یه مورد دیگه که حالا شاید به مورد شما زیاد ربط نداشته باشه، ولی اول که گفتی مدرسه میرفتم توی جردن، یه چیزی رو فقط میخوام بگم. این مسائلی که پیش میاد اصلا ربطی به نه جایی که ما زندگی میکنیم داره. یعنی بگیم اوکی بالا شهرین مثلا این اتفاق برای بچه‌ام نمیفته چون سالی 30 میلیون داریم پول میدیم، اینو برای مثلا پدر مادرها دارم میگم. و اینکه توی تمام اقشار جامعه این اتفاق میفته و هر چقدر هم که طرف حالا یا فقیر باشه یا پولدار باشه یا طبقه متوسط، اگر حواسش به بچهش نباشه توی تمام مدارس، چه غیر انتفاعی چه المپیادی چه نمیدونم استعدادهای درخشان، همش پر متاسفانه. و من هم خیلی متاسفم که این اتفاق برای شما افتاده. مرسی بخاطر این ببخشیدم. نه بگو ایزان. بخاطر این موقعیت عالی میگم، فقط بحث این اپیزودا نیست، این که یک چیزی اگر جا میفته که ما انقدر همه چی رو پنهان کنیم، چه در این مسائل چه همه چی، ما هممون پر نقابیم. ما هممون عادت کردیم که به تعداد آدم‌ها و موقعیتی که باهاش روبرویم نقاب داشته باشیم. و این رفته رفته روح و روان ما رو نابود میکنه، فرسایش میده. و این کار عالی که رام کرد با این پادکست، دمش گرم. همین حرف خیلی زیاده، دمت گرم واقعا. مرسی از همتون بچه‌ها. مرسی از تو و مرسی از بقیه بچه‌ها که امروز با ما به اشتراک گذاشتن داستانشون رو. چند نفر دیگه بودن میخواستن حرف بزنن ولی الان احساس میکنن که یه ذره سختشونه، که کاملا احترام میذاریم. و من فکر میکنم برای این اپیزود کافی و میدونم خیلی دیگه هستن که هنوز نیاز دارن برای حرف زدن و حتما حتما فرصت شنیده شدن خواهیم داد. همینجا تو بین گروه ها اگه توی فضاهای خلوت‌تر احساس راحت تری میکنید، میتونید با هم دیگه هم صحبت کنید و در میون بذارید. واقعا دمتون گرم بچه، واقعا همتون واقعا مثل خانواده خودم میبینم و خیلی خوشحالم که تا الان همراه هم بودیم و همدیگر رو داشتیم و همدیگر رو پیدا کردیم که بتونیم این دوران کرونایی رو حداقل تنها نباشیم و مهمتر از اون بتونیم با همدیگه به یه جای بالاتری برسیم تو زندگیمون، با عشقی که به هم داریم، با این حس همبستگی و این حس دوستی که همه با هم پیدا کردیم اینجا. واقعا برای من یکی از لذت بخشترین اتفاقای زندگیم بوده و به خصوص این اعتمادی که به من میکنید و من به شما. واقعا مرسی هستم. مرسی آرزو که تو هم بودی، همیشه وجودت خیلی خوبه و کمک میکنه ما رو. تو هم چیزی میخوای بگی توی جمع‌بندی؟ حرفی هستش؟ چیزی میخوای دوباره یادآوری کنی؟ شاید دوست داری. مرسی. و من فقط یه نکته رو بگم، اینکه همیشه اینجا جا افتاده تو فرهنگمون که مرد بودن، مرد ایرانی بودن، یعنی اینکه یه قوی خفن بولد باشی و همه چی رو سرکوب کنی و به فکر خانوادت باشی و پروواید بکنی. اما خدا رو شکر مردامون داریم، یعنی به سمتی میریم که این لفظ مرد بودن داره عوض میشه. و من امشب متوجه شدم از طرز فکر بچه‌ها و پسرها که این تعریف مرد بودن رو دارن عوض میکنن. همین که همشون تو جملاتشون گفتن که میگیم این رو که برای کس دیگه ای اتفاق نیفته. و حالا من اگه حالا میگم مرد بودن، منظورم انسان بودنه. و آفرین به همتون، واقعا خیلی خوب دارید تعریف غلط رو از بین میبرید و انسانیت رو جا میدید.